جامعه مدنی امشب با آقای محمد نوریزاد فعال مدنی. این هفته حقوق شهروندی بهائیان. هفته پیش به خانم فریبا کمال آبادی یکی از مدیران زندانی جامعه بهائی 5 روز مرخصی دادن از زندان. ایشون به خاطر بهائی بودن و رسیدگی به نیازهای روزمره پیروان آیین بهائی که حالا در طول برنامه اشاره خواهیم کرد به 20 سال زندان محکوم شده. که البته تو رسانه‌ها کمتر می‌نویسن دوره زندان ایشون رو 10 سال، 5 سال، 7 سال. به هر حال این حکمی است که بعد از چندی بار محاکمه و حکم دادن‌های مختلف به ایشون دادن. تو همین فرصت 5 روزه مرخصی خانم فائزه رفسنجانی که قبلا همبند فریبا کمال آبادی در اوین بود میره خونه خانم کمال آبادی تجدید دیداری و گپ و گفتی. خب خبر این دیدار زود رسانه‌ای شد و مراجع تقلید حکومتی آمدن گفتن این کار فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام علیه نظام بوده است و جرم است و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه اومد تهدیدهای همیشگی رو کرد و قضیه با اهمیتی که داشت مطرح شد. چرا اهمیت داره این قضیه؟ 150 ساله که آیین بهایی رو ایرونی‌ها به وجود آوردن برخلاف دین اسلام که عربا به وجود آوردن. تو این 150 سال همیشه اکثریت مردم ایران با تحریک آخوندهای شیعه بهایی‌ها رو نجس دونستن و علیهشون بودن و هستن هنوز. چرا؟ همه هم ایرونی هم. آقای محمد نوریزاد اولین آدم سرشناسی بود در ایران که برای عذرخواهی رفت خونه بهایی تیر ماه 94. یه خونه که فقط یه بچه کوچیک با مادر بزرگش زندگی میکنه، بقیه یا زندانن یا اعدام شدن به خاطر اعتقادشون به آیین بهاییت. آقای نوریزاد پاهای بچه 4 ساله رو که پدر مادرش به دلیل بهایی بودن زندانیاند بوسید، بعد در رسانه ها عکسش رو گذاشت و نوشت از جانب همه گردن فرازان شیعه از او پوزش خواستم از این بچه و بر پاهای کوچکش بوسه زدم، چشم در چشم او دوختم و با التماسی آمیخته به درد از او خواستم که اگر میتواند به روی من شیعه آب دهان بیاندازد و به صورتم سیلی بزند. آقای نوریزاد چرا تصور نجس بودن پیروان آیین بهایی در بخش وسیع از جمعیت ایران وجود داره همچنان؟ سلام میکنم به شما. آنچه که بنده و شما رو جناب فلاحتی و بسیاری از ایرانیان رو راغب کرده که نسبت به این موضوع حساس بشیم اون وجه انسانی ماجراست که به شدت مقفول مانده، وگرنه ما اگر شعور داشته باشیم، خرد داشته باشیم، حتما به این درجه از فهم میرسیم که ما چه کار داریم همسایمون باورش چی هست. ما به وجوه انسانی او متمرکز میشیم. واقعیت اینه که آیین بهایی همونجور که شما فرمودید حدود 150 سال پیش از دل تشیع بیرون زد و چون محدودیت ها و حلالست ها و حرامست ها و جایز است و جایز نیست ها رو نداره و چون در آیین بهایی دروغ گفتن جایز نیست و چون چیزی به اسم روحانی و مرجع تقلید و ولی فقی ندارن و چون با دنیای مدرن قابلیت انطباق داره، در عصر خودش با جاذبه فراوان با مردم ارتباط برقرار کرد و جمعیت قابل توجهی به آیین بهاییت گرویدند. ملاهای شیعه نه از باب یک انحراف عقیدتی بل به خاطر سربرآوردن یک رقیب سراسیمه با بهایی‌ها در افتادن و معاشرت با اونها رو حرام و خود بهایی‌ها رو هم نجس اعلام کردن، صرفاً به خاطر اینکه نگران بودن نکنه دکانشون تخطئه بشه. هنوز که هنوز ملاها و آیت الله‌ها و شخص رهبر بهایی‌ها رو نجس میدونن و معاشرت با اونها رو حرام اعلام کردن و حالا که یک قدم آنسوتر از بهاییان همه ادیان و فرق غیر اسلامی باید طبق گفته اینها نجس تلقی بشن، چرا که خیلی از این باورها نه خدا رو قبول دارن، نه پیغمبر، نه اهل بیت، نه قبله، نه قرآن،
اما در این میان ملاهای شیعه فقط و فقط بهایی ها رو نجس دونستن و معاشرت با اونها رو حرام گفتن. خب به دلیل رقابت میفرمایید آقای نوریزاد، چرا احساس رقابت میکند مرجعیت شیعه به اصطلاح با آیین بهایی؟ مرجعیت شیعه بقاش در جهالت مخاطبه و پولهایی که مردم میارن و این ارتباط همیشه بوده. یعنی شما این رشته پول رو قطع کنید، تمام دلایل اصلا در واقعیت بزرگترش، اصلا مقوله‌ای به اسم جهاد فی سبیل الله که میگن، این نبوده که حالا یه جمعیتی میرفتن دیگران رو به ایمان دعوت کنن، میرفتن برای غارت. ارتباط آخوندها و ملاها و آیت الله ها با مردم مستقیما با جهالتشون و با پولهاشون، و تمام این علمشنگه های حرام است و حلال است و جایز است و هیچ ربطی به اعتقاد و باور نداره. برای اینکه اگر به باور و اعتقاد ربط داشت، منتج به یک رشد می شد و ما می دیدیم جوامع اسلامی لاغل بلاز فهم و خردمندی یک تکانی می خوردن. چرا مرتب در جهالت ماندن؟ چرا مرتب در نفهمی دست و پا می زنن؟ علتش فقط و فقط به این دلیله که آیت الله ها، مراجع ملاها ها فقط با پول مردم و با جهالت مردم ارتباط دارن. حالا شما در این وسط، من به یه نکته ای داشتم اشاره می کردم، در این وسط مثلا شما نگاه بکنید، هندوها، کمونیستا، مسیحی ها، یهودی ها، زرتشتی ها، باید اینا نجس تلقی بشن. یه مسیحی نه قرآن قبول داره، نه پیامبر، نه اهل بیت و خیلی های دیگه. چرا اینا مقبولن و بهایی نجس؟ دلیلش همون خروج بهایت از دل تشیع و ابراز رقابت با تشیع. وگرنه شما به من بگید اگر یک فرد بهایی به خاطر باورهاش باید نجس بشه، چرا یک ملا و آیت الله شیعه که با وقاحت فتوا میده که شما میتونید با یه دختر بچه شیرخواره تمتع جنسی داشته باشید، این ملا و این آیت الله پاک و آسمانی و ملکوتی است و یک بهایی نجس؟ آیت الله خمینی بلافاصله پس از پیروزی انقلاب کل کشور رو سپرد به قاتل‌هایی مثل خلخالی و لاجوردی و اینا، تا تونستن کشتن بدون دادگاه و بدون وکیل و بدون فرصت دفاع دادن به یه متهم. حالا اینا پاکند و بهایی نجس؟ همین روس‌ها، جناب فلاحتی، روس‌ها به لحاظ باور چقدر به اسلام نزدیکند، ولی رفیق حمام و گلستان جناب رهبر شدن روس‌ها. قاتل‌هایی مثل خلخالی اینا پاکند و بهائیان نجس. بازجوهای اطلاعات و سپاه باور کنید، من اطمینان دارم، سند دارم، در دخمه‌های امنیتی دست توی بدن دخترها و زنها میبرن، اینا پاکن، بهایی نجسه. در قمار هسته‌ای و در جنگ ابلهانه 8 ساله هزار هزار سرمایه انسانی و پولی ما رو نابود کردن، اینا صرفا به خاطر اهل بیتی بودنشون پاکن و بهایی نجس. همین انتخابات طنز که توی مجلس خبرگان بود، آقای جنتی رو به عنوان رئیس خبرگان انتخاب کردن، اصلا نگاه به قد و قواره آقای جنتی یعنی دور انداختن خرد، دور انداختن نخبگی در این سرزمین، دور انداختن شعور و فهم. اینا به خاطر اینکه حالا جنتیه و اهل بیتیه و شیعه است پاکن، که با امضای اینها هزار هزار بیخردی در کشور جاری میشه و بعد بهائیان نجسن. من فقط به این دلیله که آیت الله ها و ملاها با نه که با جهالت مردم و با پول مردم الفت دیرینه دارند، ظهور یک رقیب اینچنینی که با دنیای مدرن میتونه ارتباط برقرار کنه، چاره ای برای اینها نگذاشت که بهایی ها رو نجس اعلام کنند و معاشرت با اونها رو حرام. حالا یک نکته مهمی هست که البته به پیروان هر دین و آیینی میشه تعمیمش داد. کسایی که تو خانواده مسلمان به دنیا آمدن چه فرقی دارن با کسایی که تو خانواده مسیحی یا کلیمی یا بهایی یا هر دین و مذهب دیگه یا بیدین به دنیا اومدن؟ بله، بچه بهایی میشه بهایی، بچه مسلمون میشه مسلمون. یعنی آگاهانه از نوزادی
اینا نشدن مسلمان یا مسیحی یا بهایی یا هرچی. چرا یک بهایی زاده حق ادامه تحصیل نداره؟ چرا نمیتونه شغلی که پدر و پدر بزرگش داشتن داشته باشه؟ آیه نوریزاد، یک نکته، من وقتی اینو اشاره کردم به این پرسش در واقع رسیدم که یک مسئله سیاست حاکم بر مردم است و یک مسئله خود مردم هست. شما درباره این سیاست حاکم بر مردم با حکومت ایدئولوژیک و اینکه نگاهش چرا رقابتی است نسبت به پیروان آیین بهائی توضیح فرمودید. نگاه مردم رو چگونه میشود تغییر داد؟ چگونه میشود درست کرد؟ چون وقتی که دانشجو بهائی رو اخراج میکنند یا راه نمیدن به دانشگاه، یا وقتی که مثلا مغازه محل کسب یک بهائی رو آتیش میزنن، هیچ کس اعتراضی نمیکنه. ما در ایران یک بهائی کارمند دولت برای مثال نداریم. آماری که میدن میگن 300 هزار خانوار بهائی در ایران هست از 7 میلیون بهائی. بقیه خب تونستن فرار بکنن به هر حال یا هر چی. چه جوری میشه نگاه مردم رو عوض کرد یا تاثیر گذاشت بر نگاه مردم؟ آقای نوریزاد، شما فرمودید که یک کارمند بهائی نداریم. شما مگر فکر میکنید ما کارمند زرتشتی داریم، کارمند مسیحی داریم، کارمند یهودی داریم؟ نداریم. تغییر نگاه مردم باعث کسادی بازار ملاها میشه. اگه مردم با بهائیان، با کمونیستا، با سایر نهله‌های فکری معاشرت بکنن، بسیاری از استوانه‌های هویتی آیت الله ها فرو می‌ریزه. اینا یه مرحصی دارن به اسم نجاسات و مطهرات، یک علم شنگه اینجا. بیا و ببین، اگه مردم به هم دیگه بگن آقا ما چیکار داریم به این که همسایه ما به چی معتقده، چی میخوره، چی میپوشه، برای ما همین که انسان، دروغ نمیگه، به حقوق دیگران احترام میگذاره، از دیوار مردم بالا نمیره، آدم منصفیه، اینا برای ما مهمه. چیکار داریم بهایی، مسیحی، یهودی، کمونیست، گاف پرست، خدا پرست، همین که انسان، ما باش معاشرت میکنیم. اگه مردم به این سمت برند که درستم همینه، کرکره خیلی از آیت الله ها پایین کشیده میشه. علتش اینه که اینا، آیت الله ها و مله های ما، در مرز بین باورهای متنوع دارن به حیات خودشون ادامه میدن. در ایران احکام یک سویه آیت الله ها شکل حکومتی به خودش گرفت. یعنی جوان بهایی همونجور که شما گفتید نمیتونه تحصیل کنه، چون بنا به فتوای حضرات آیت الله ها از پول بیت المال نمیشه خرج یک جوان بهایی کرد. همین آیت الله یا همین نظام مقدس اسلامی نمیگه مالیات گرفتن از یک بهایی چرا حلاله. آقا اینا دارن مالیات میدن و پولشون وارد جریه پولی کشور میشه. مگه نمیگید مال اینا حرامه؟ مگه نمیگید معاشرت حرامه؟ آقا پول بهایی که داره مالیات میده وارد سیستم پولی کشور میشه، چرا اینجا حلاله؟ یا سربازی رفتن، چرا یک جوان بهایی باید و واجبه و اجباریست که سربازی بره ولی دانشگاه نباید بره، استخدام نباید بشه؟ مردم باید به یک مراتبی از آگاهی برسن که جارو بکنن این خزعبلات آیت الله ها رو. سپاسگزارم آقای محمد نوریزاد، فعال مدنی.